جلوی دوربین میسته و در حالی که لباس به تن نداره با الفاظی رکیک تعدادی از اراذل و اوباش رو به نزاع یا به قول خودش به جنگ رو در رو فرا میخونه. لهجهش نشون میده مازندرانیه. با خشونت فریاد میزنه: من بارها زندان افتادم، اگه جرأت دارید با من طرف بشید تا نشونتون بدم که کی هستم. مدت هاست که لات مجازی در شهرهای مختلف زیاد شده و همه اونها یا تفنگ شکاری به دست میگیرن و رجز میخونن یا قمه و چاقو. مدام هم برای افرادی که مشخص نیست چه کسایی هستن کری میخونن و فحاشی میکنن و اونها رو به جنگ و دعوا فرا میخونن. اونچه در نگاه اول به ذهن کاربران میرسه قدرت نمایی اونهاست. اوج ماجرا اما جایی که کودکان و جوانانی ساده بازدید کننده تعدادی از این کلیپ ها میشن. سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اینکه از آخرین ویدیوهای ما قبل از همه اطلاع پیدا کنید زنگوله کنارش رو هم بزنید. بازیگر یکی از این کلیپ ها قبل از این هم به جرم شرارت در سطح شهر آمل توسط نیروی انتظامی چرخونده شده بود. نامش سجاد لیتکویی بود، معروف به شیرامه. در پی انتشار سلسله کلیپ هایی توسط این اراذل و اوباش مازندران که حاوی صحنه های غیر قابل تصور زیادی بود، مقامات قضایی و انتظامی این استان به سرعت دست به کار شدند و شماری از این اشرار سابقه دار رو دستگیر کردند. مجرم مشهور و سابقه دار اهل مازندران سجاد شیرامه یکی از مخوفترین باندهای تبهکاری اراذل و اوباش شمال رو تشکیل داده بود. اون که تحصیلات خودش رو تا مقطع دیپلم ادامه داده بود، وقتی فهمیده بود به جایی نمیرسه، برای اینکه خودش رو بزرگ نشون بده نوچه‌هایی رو دور خودش جمع کرده بود و مردم و افراد بیگناه رو مورد ضرب و شتم قرار میداد. با رونق گرفتن فضای مجازی، انتشار تصاویر و خشونت‌های اون با سلاح‌های سرد و گرم و تهدید اراذل دیگر شهرهای ایران، موج عجیبی از ارعاب و وحشت رو توی فضای مجازی به راه انداخت. بعد از اون، فرمانده انتظامی مازندران از دستگیری 5 تن از عوامل رعب و وحشت در فضای مجازی خبر میده و میگه 5 متهم دستگیر شده هم توی شهر آمل، جویبار، بابل، نور و قائم شهر دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شدند و تلاش برای دستگیری نفر ششم که اهل بابل بود همچنان ادامه داشت. اما یکی از اراذل اوباشی که دستگیر شد سجاد لیتکویی، ملقب به شیرامه بود، شرور مشهوری که سابقه زیادی از دستگیری و حبس توی کارنامه داره. شروری که ظاهراً به انتهای خط نزدیک شده بود. به گفته یک منبع آگاه، ماموران ضبطه پلیس اطلاعات و امنیت آمل با شناسایی مخفیگاهش توی شهرستان ساری در یک عملیات پیچیده پلیسی، در نهایت این متهم رو در حالی که قصد سفر به گرگان رو داشت دستگیر میکنن. 27 اردیبهشت 1393 بود که درگیری تعدادی اراذل و اوباش در یکی از خیابونهای آمل موجب تیراندازی شد و موجب مصدوم شدن افرادی شد. فرد مصدوم با حضور عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شد. اما این پایان ماجرا نبود. عده‌ای از اراذل و اوباش با در دست داشتن سلاح شکاری، در حالی که پاسی از شب گذشته بود و بیماران در حال استراحت بودند، با حضور توی بیمارستان علاوه بر اخلال در نظم عمومی و ایجاد تشویش و نگرانی در بین بیماران و همراهان اونا، برای ضارب هم خط و نشون کشیدند.
ماموران کلانتری 11 شهرستان آمول با دریافت این گزارش بلافاصله وارد عملیات شناسایی و دستگیری عرازل و اوباش شدند و متهم اصلی این پرونده رو در یکی از شهرستان‌های غرب استان شناسایی و در عملیاتی ضربتی به همراه همدستانش دستگیر می‌کنند. سجاد شیرامه آخرین بار در شهرستان آمول اقدام به تیراندازی در جلوی زندان آمول کرده بود و متواری شده بود. به گفته برخی ها وقتی مهرداد نایجی در حال ورود به زندان بود اون رو ساچم بارون کرده بود. در نهایت برای این شرور معروف این منطقه به نام سجاد کیفرخواست محارب صادر شد و پرونده در دادگاه انقلاب در دستور کار قرار گرفت. اما این شرور حواشی دیگه هم داشت. با اندکی تفحص در بین شهروندان و البته انتشار اون در برخی از سایت‌های معتبر داخلی میشه فهمید زمزمه‌هایی از ارتباط این اوباش‌ها با برخی ارگان‌های امنیتی و دولت مردان مازندران به گوش می‌رسیده. مسئولان وقت زندان شهر آمول و همچنین همسلولی‌ها و همبندی‌های سابق سجاد شیرامه این شرور معروف آمولی به خوبی به یاد دارند که در دوره قبلی انتخابات مجلس شورای اسلامی همکاری تنگاتنگ بین اون و یوسفیان نمایندگی آمول وجود داشت، به طوری که تنها در یک مورد ستاد انتخاباتی یوسفیان 100 تا کارت تلفن در اختیار نامبرده قرار داده بود تا اون از داخل زندان هماهنگی‌های لازم رو جهت جمع رأی برای این کاندیدای انتخابات مجلس به عمل بیاره و البته این مجرم از پاداش و زحماتش بی نصیب نموند و یوسفیان در اون برهه وعده آزادی بدون قید و شرط شیرامه رو در قبال پیروزیش توی انتخابات داده بود. نکته جالب اینه که سجاد شیرامه توی مصاحبه بعد از دستگیری نمایشی اخیرش عنوان کرده بود این مرتبه 13 که بازداشت میشه. در واقع اون چندین بار به جرم تیراندازی در ملأ عام که برای افراد عادی حکم محارب داره دستگیر شده بود و هر بار احتمالاً با وساطت برخی افراد صاحب نفوذ و ذی‌نفع آزاد شده و در وضعیت یک قهرمان به جولانگاهش برگشته. هرچند که در آخرین بار این شرور توی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و با قرار سنگین روانه زندان میشه. در همین راستا تحقیقات انجام شده و کیفرخواست محارب و مفسد فلعرض از سمت دادستان برای اون صادر میشه و این پرونده توی دادگاه انقلاب رسیدگی میشه. اسدالله جعفری دادستان مازندران درباره این پرونده گفته بود بلافاصله بعد از گزارش مراجع ضبط در خصوص تهیه تصاویر به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه انتشار اون توی فضای مجازی دستورات قضایی ویژه جهت پیگیری و تعقیب این متهم به دادستان‌های شهرستان‌های مربوط صادر شد و این افراد شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند. سجاد شیرامه شرور و عرازل اوباش آمولی که سابقه 13 بار دستگیری برای اون داشته در نهایت توی دادگاه محارب خونده شد و در مسیر اعدام قرار گرفت. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.